لشکرکشی در خلیج فارس، سپاه ایران و ارتش آمریکا روبروی هم ایستادند. چقدر احتمال جنگ جدی است؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه دو. ماهاست ارتباط ایران و آمریکا به تک و پاتک های کلامی و تحریم های گوناگون منحصر بوده. از تحریم سپاه که با تحریم سنتکام ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده توسط ایران همراه شده، تا حرف های مقام های آمریکایی که فرماندهان سپاه و مقام های ایران به آنها پاسخ می دهند. مقام های بلندپایه در دولت آمریکا می گویند ایران دست به کارهای تحریک آمیزی در منطقه زده. برای همین ناو هواپیمابر معروف ابراهام لینکلن به خلیج فارس اعزام شده، همان ناوی که در جنگ عراق در سقوط صدام حسین نقشی عمده ایفا کرد. بسیاری از ناظران نگرانند که یک اقدام نسنجیده جرقه‌ای شود برای جنگی تمام عیار، از جمله شورای سردبیری روزنامه نیویورک تایمز که در این باره هشدار هم داده. چقدر یک جنگ محتمل است؟ غیر از ایران و آمریکا بقیه بازیگران منطقه در این زمینه چه نقشی دارند و چه فکر می‌کنند؟ اینکه مقام‌های ایرانی و آمریکایی هر دو گفتند که دونالد ترامپ به دنبال جنگ نیست چقدر دقیق است و در آستانه شروع کمپین‌های انتخاباتی فایده و ضرر یک جنگ برای دونالد ترامپ چقدر است؟ سه مهمان دعوت کرده‌ایم. نادر اسکویی پژوهشگر ارشد شورای آتلانتیک از واشنگتن با ماست. باز هم از واشنگتن فاطمه امان تحلیلگر ارشد مرکز جنوب آسیا در شورای آتلانتیک و مهدی نوربخش استاد سیاست بین الملل در دانشگاه هریسبرگ پنسیلوانیا. از همین شخص خوشحال میگم به هر سه مهمان. آقای اسکویی، از شما شروع میکنم. آمریکا گفته که ایران اقدامات تحریک‌آمیز، اگه بخوام دقیق جمله رو بگم، گفتند تهدید جدی و واقعی در منطقه داشته که باعث شده آمریکا این ناو رو به خلیج فارس بفرسته. این تهدید چه بوده؟ آیا نشانه ای داریم؟ من شخصا آگاهی ندارم که مشخصا این تهدید چی بوده، ولی به نظر میاد بر مبنای خبرهایی که روزنامه ها نوشتند و اعلام شده که گویا اطلاعاتی داشته امریکا که نیروهای نیابتی زیر فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران ایران آمادگی حملات داشتند به نیروهای آمریکایی و منافع آمریکایی در منطقه، هم در عراق هم در سوریه، و خبرهایی بوده که نیروهای نزدیک به نیروهای قدس در یمن، در باب المندب، تنگه مندب، آمادگی حمله داشتن به کشتی‌های آمریکایی که در اونجا حرکت می‌کنن، و خبرها هم بوده که از اینکه پهپادها، هواپیماهای بدون سرنشین ایران تهدیدهایی میتونستن حمله بکنن به یک سری موازی امریکا در خلیج فارس. به هر حال اینها بوده، این کدوم دقیق تر بوده یا نبوده، ولی امریکا به نظر میاد که تهدیدها رو خیلی جدی گرفت. آقای نوربخش، نظر شما در این زمینه چیه؟ آیا هیچ مستنداتی داریم که اون تهدیدی که آمریکایی‌ها ازش نام بردند و گفتن دلیل اعزام این ناو هواپیما بر بوده، دقیقاً چی میتونه باشه؟ ولی منم هیچ خبر خاصی ندارم، حداقل با گفته رئیس عملیات دریایی آمریکا آقای جان ریچاردسون اعلام کرد که هیچ چیز خاصی نیست و این روتینی هست که ارتش آمریکا انجام میده و از ماها پیش تصمیم گرفته شده بوده که ابراهام لینکلن به خاورمیانه بره. البته خب این رو باید در نظر داشت که تنش‌ها داره بالا میگیره و آمریکا داره خودش رو آماده میکنه، اما اینکه چیز خاصی در این چند روز اتفاق افتاده، من هم خبر خاصی ندارم. حداقل با اخباری که دنبال میکنم و اطلاعات دقیقی که میگیرم چیز خاصی وجود نداشته. میدونید که این صحبت بولتونه، که بلافاصله بعد از بولتون هم آقای جان ریچاردسون رئیس عملیات دریایی آمریکا اومد گفت که بخاطر اینکه یه مقداری بتونن که تقلیل بدن این نوع در حقیقت تنش‌ها رو، گفت نه، این یه چیز روتینی بوده و ما از گذشته به فکر این بودیم که ابراهام لینکلن رو به خلیج فارس بفرستیم. از گذشته منظور دقیقاً از کی هست؟ چون ظاهراً صحبت میشه که حتی اگر که از گذشته هم تصمیم گرفته شده، مربوط به همین چند ماه اخیر هست که به هر حال تنش‌ها به نوعی بین ایران و آمریکا بالا بوده تا حدی. آیا خانم امان، نظر شما رو در هم باره میخوام بپرسم و میخوام بدونم که نظر شما چی هست؟ آیا ورود این ناو، حالا با صحبت‌های آقای بولتون هم که به خصوص همراه شده،
معنای به غیر از این داره که آمریکا قصد داره که نیروی خودش رو در منطقه به حالت آماده باش نگه داره و این آیا میتونه واقعا یه خطر جدی جنگ باشه؟ خب یکی فراموش نکنیم که این ناو بارها در منطقه بوده و الان بازم بر اساس منم اطلاعاتم در حد دوستان دیگر برنامه هست اون چیزایی که خونده میشه و به اصطلاح گفته میشه که هیچ دلیل عاجل و به اصطلاح بلافاصله‌ای وجود نداشته برای همچین سر و صدا و جنجالی در اطراف حرکت این ناو. ظاهراً مسیر عوض شده در روزهای اخیر و استناد هم میشه به اصطلاح تهدیدهای جدی یا شواهد جدی. اینو من از نقل قول میگم خدمتتون. دوست. از تهدیدهای جدید ایران در ورله نیروهای آمریکایی در منطقه. منتها باز نه آقای پومپئو، نه وزارت دفاع آمریکا و نه آقای بولتون که به هر حال بیانیه از طرف کاخ سفید و بیشتر به اصطلاح به طور مشخص از طرف ایشون صادر شده بود، هیچ کدوم دلیلی و شواهدی که شواهد این اطلاعات عاجل رو ارائه نکردن و یعنی حتی گمان زنی هست که فقط دنبال یک به اصطلاح عذر و بهانه خاصی بودن در این مقطع خاص و اساسا خیلی ها معتقدن که اصلا همچنین شواهدی وجود نداره. عذر و بهانه رو خوب استفاده کردی، برای اینکه بسیاری دارن در مورد همین عذر و بهانه ها صحبت میکنن که آیا واقعا چقدر این میتونه واقعی باشه. مثلا مارکو روبیو یکی از سناتورهای آمریکایی گفته که اگر یکی از نیروهای نیابتی ایران هم دست به کاری بزنه در منطقه، آمریکا خودش رو آماده کرده که بتونه جواب اونها رو بده. آقای نوربخش، ایران ممکنه بتونه روی سپاه به طور کامل مواظب باشه که یک اقدام نسنجیده‌ای، حالا اون چیزی که صحبتش میشه، صورت نگیره؟ مثلا مشابه اون کاری که اون قایق‌های تندرو چند سال پیش کردن که گفتن که تحریک‌آمیز آمریکایی‌ها گفتن، یا مشابه اون. ولی مثلا روی انصار الله مثلا در یمن، نیروهای حوثی در یمن یا نیروهایی که در عراق هستن، واقعا آیا ایران تا این حد احاطه و اشراف داره که مواظب همه اینها باشه؟ حالا احاطه و اشراف داره، ولیکن من فکر می‌کنم این اطمینان رو حداقل از بیرون نمیشه به ایران کرد. من دو چو در حقیقت برداشت خدمت شما عرض میکنم. در چند روز گذشته آقای ظریف میگه که اگه تنگه هرمز بر ما ناامن بشه، ما دست به عملیاتی میزنیم، یه به هر بار از خودمون دفاع میکنیم. آقای شریعت مداری در روزنامه کیهان مینویسه که آقای ظریف، آقای وزیر، بنا بود تنگه هرمز رو ما ناامن بکنیم. ببینید این دو چه برداشت کاملا مختلفه. اینکه حالا واقعا چه کسانی، به همین بحثی که شما کردید خانم قاضی‌زاده، که به هر بار کسانی دست به عملیات هر قد جزئی بزنن و کوشش بکنن که به هر بار این کار غیر مسئولانه رو انجام بدن و ایران رو درگیر یک جنگ بکنن با آمریکا. خطر این هست. من هرگز از این خطر نمیگذرم، به خاطری که کنش های مختلف الان در ایران هست و کسانی که به هر بار سود بردن از مخالفت با برجام، از موافقت با جنگ هم سود خواهند برد و این ترس همیشه هست برای ایران. آیا اسکوی، نظر شما چی هست؟ اگر که چنین باشه، آیا آمریکا هم اونقدر آماده هست که با هر اقدامی، مثلا حالا مثالش همون قایق‌های تندرو هست، اقدامی مشابه اون اگر اتفاق بیفته، آمریکا آماده است که پاسخ مثلا تندی بده، به یک درگیری فکر کنه، یا نه آمریکا هم دنبال این نیست؟ آرایش نظامی آمریکا در منطقه در روزهای اخیر حداقل اینو نشون میده که آمریکا تهدیدات رو خیلی جدی گرفته و مسئله فقط مسئله نیروهای نیابتی، مثلا حمله در عراق، در سوریه توسط نیروهای نیابتی که زیر فرماندهی نیروی قدس کار میکنن، فقط اون نیست. شما دقت بکنین، فقط مسئله ناوبر لینکلن نیست که به منطقه فرستاده شده. امریکا اسکادران بمب‌افکن به منطقه فرستاده در دو روز اخیر. این بمب‌افکن‌ها رو شما استفاده نمیکنین برای اینکه مثلا هشت شعبی رو بخواین بزنین. این بمب‌افکن‌ها، بمب‌افکن‌های بی 2
از راه دور تأسیسات نظامی و استراتژیک یک کشور رو مورد حمله قرار میدن. علاوه بر اون امریکا در همین دو هفته اخیر برای اولین بار اسکادران های طیاره های F-35 خودش رو در منطقه فرستاده که در حقیقت نسل پنجم طیاره های آمریکاست. بنابراین به نظر میاد که آمریکا خودش رو داره برای هر گونه تهدیدی، چه از طریق مستقیم سپاه یا از طریق نیروهای نیابتی یا از طریق مثلا حملات موشکی که به کشتیاش در باب المندب و خلیج فارس بخواد بشه، داره خودش آماده میکنه. آرایش نظامی این چند روز اخیر آمریکا این رو نشون میده. این نیروها علاوه بر نیروهایی است که آمریکا در منطقه داشته، در دوحا، در ابوظبی و در کویت. آقای اسکوی، شما در مورد این صحبت میکنید که آمریکا پاسخ بده به یک عملیات یا یک اقدامی که از طرف یک نیروی انجام بشه که نیروهای نیابتی ایران اسمشون هست یا خود سپاه. اگر این اقدام از طرف اینها صورت بگیره یا نگیره، در هر صورت میتونه آمریکا این کار رو بکنه؟ یعنی اگر زمانی بخواد این کار رو انجام بده، همیشه میتونه، به قول خانم امان، عذر و بهانه همیشه میتونه وجود داشته باشه. فکر میکنید آیا واقعا آمریکا دنبال این هست در این مقطع که بخواد یک جنگی در این منطقه داشته باشه؟ یادمون نره این منطقه هست که یک جنگ درش میتونه قیمت نفت رو به شدت بالا ببره، تأثیراتی داره که خیلی ها نگرانش هستند همین حالا هم. من فکر نمی کنم آمریکا آماده، نه آمادگی بخواد وارد جنگ با ایران در منطقه بشه. اصلا به نفعش نیست، به نفع منطقه نیست، به نفع صلح جهانی نیستش و من فکر نمی کنم آمریکا این کارو بکنه، به خصوص که رئیس جمهور آمریکا چندین بار اعلام کرده که نه فقط در منطقه، در هیچ جا آمادگی برای درگیری نداره. اگر اتفاقی بیفته یا اینه که یک اشتباه عظیمی انجام بشه، مثلا تنگه هرمز بخواد دسته بشه، یه اشتباه عظیمی دیگه ای بشه، مثلا نیروهای نیابتی وابسته به ایران در یمن کشتی های آمریکایی رو در باب المندب، در تنگه مندب مورد حمله قرار بدن، یا مثلا حملات سختی علیه منافع و نیروهای آمریکا در عراق بشه، مثلا سفارت آمریکا در بغداد بزرگترین سفارت آمریکا در دنیاست، حمله اساسی به اون بشه، وگرنه من در غیر این صورت نمیبینم که این کاخ سفید و این پنتاگون آمادگی بخوان که خودشون این جنگ رو آغاز بکنن. اشاره کردن آقای اسکویی که این کاخ سفید قصد نداره که جنگی را آغاز بکنه، ولی وزیر خارجه ایران میگه یک گروهی هستن به اسم گروه ب که خانم امان صحبت میکنه، میگه اینا بنیامین نتانیاهو هستن، آقای بولتون هستن، کسانی که علاقمندن به این که این جنگ به نوعی آغاز بشه. چقدر اینها واقعا دست بالا رو دارن و آیا واقعا اونها، اون گروه بی که آقای ظریف ازشون نام میبره، اونایی هستن که دنبال جنگ هستن و میخوان این جنگ را بیفته، یا بیشتر در حد تهدید هست صحبتاشون؟ ببینید، حالا اصلا بنا رو بذاریم که این قصد جنگ در میان نیست و فقط به اصطلاح ترساندن ایران یا اخطار به ایران هست. در یک منطقه فوق‌العاده به اصطلاح بی‌ثباتی مثل منطقه خلیج فارس، مثل منطقه‌ای که ایران واقع شده در اون، هر گونه اشتباهی واقعا میتونه به یک حلقه تبدیل بشه و فاجعه به بار بیاره. حالا همسایه‌های عرب ایران ممکنه واقعا بخوان ایران یه مقدار مغضوب بشه، اما حتما میدونن که یک موشکی از طرف ایران واقعا یکی از این شیخ نشین ها رو میتونه آسیب های جدی وارد بکنه. اما تلاش، نگرانی هست، یعنی اگر که قرار باشه جنگی صورت بگیره، احتمالا همه طرف های درگیر از جمله تندروهای داخل ایران بعدشون نمیاد یک حمله محدودی، میدونید، با یک دامنه فوق‌العاده مشخص و محدودی صورت بگیره. اما مشکل در اون منطقه خاص جهان این هست که هیچ وقت شما نمیتونید کنترل داشته باشید به واسطه بازیگران به اصطلاح فوق‌العاده زیاد این صحنه. میتونه به سادگی میتونه از کنترل خارج بشه و به سادگی میتونه ابعاد بسیار گسترده تری بشه. راجع به بازیگران صحبت کردین، تخصص شما هست، این که رفتار کشورهای این منطقه رو بررسی میکنید،
اونها چطور میبینن؟ حالا من نمیخوام مثلا امارات و عربستان روشن هست که طرفدار هستند که آمریکا فشار بیشتری به ایران بیاره. سایرین چطور؟ اونها چطور میبینند این رویارویی احتمالی یا اصلا همین تنشی که تا همین حد هم بالا گرفته رو؟ نه ببینید، بقیه کشورها از جنوب آسیا، خب ایران خیلی حضور گسترده‌ای داره، اونها به احتمال زیاد، یعنی به نفع هیچ کدوم از اون به اصطلاح اعضای کشورهای جنوب آسیا که با ایران مراوده دارن نیست که جنگی صورت بگیره. وضعیت افغانستان حتما بدتر خواهد شد به واسطه به اصطلاح نفوذ و سرمایه گذاری گسترده‌ای که ایران در افغانستان داره. هر گونه جنگی که میان به اصطلاح دوستان افغانستان، حالا ایالات متحده و ایران صورت بگیره، به ضرر افغانستان هست. هند مسلماً هیچ سودی از درگیری میان ایران و ایالات متحده نخواهد داشت، هر حالا حزبی هم که با انتخابات جدید بر سر کار بیاد. متوجهم. بنابراین برداشت شما این هست که این کشورها اغلب مخالف چنین جنگی هستن؟ حتما اینها هم رایزنی هایی دارن با مقامات دو کشور، هم آمریکا هم ایران. فکر کنید اونها چقدر تاثیرگذارن در شرایط فعلی؟ آیا میتونن تأثیری بذارن روی اینکه این تنش ها رو کمتر بکنن؟ 100% نه. به این دلیل مشخص که هیچ کدومشون وزنه ای نیستن که به اصطلاح یا نفوذ فوق العاده ای بر ایالات متحده داشته باشن. پاکستان که در این لحظه خودش مناسبات پرتنشی داره با آمریکا، افغانستان که در وضعیتی نیست که بخواد چانه زنی بکنه، میان جیگری بکنه، و هند هم الان به هر حال هم با همسایه بلاواسطهش مشکل داره و هم مسئله نگرانی از تامین انرژی هست، تامین نفت هست. نه هیچ کدوم از کشورهایی که با ایران الان روابط گسترده اقتصادی دارن در شرایط ویژه‌ای نیستن که بتونن به اصطلاح میان جیگری بکنن میان ایالات متحده و ایران. آقای نوربخش، این بحث که ما تنگه هرمز رو ببندیم برای این که بتونیم حرفمون رو دیکته بکنیم در منطقه، صحبتی هست که از بعضی از مقامات ایران شنیدیم. همین الان هم شما اشاره کردید که الان انتقاد از دولت هست که چرا نگذاشتی ما اولین کار رو بکنیم، آمریکایی ها آمدن ناوشون رو آوردن در منطقه. فکر میکنید اصلا چقدر شدنی هست برای هر کشوری که بخواد تنگه هرمز رو ببنده؟ اصلا ایران میتونه برای یک مدت قابل توجهی، حالا یه روز دو روز صحبتش نمیکنیم، مدت قابل توجهی که بتونه تاثیرگذار بشه در صادرات نفت و اینها، تنگه رو ببنده؟ ولی من فکر نمیکنم ایران بتونه تنگه هرمز رو برای دراز مدت ببنده. به لحاظ قانونی باید توجه بکنیم، دو تا کانونشن هست روی تنگه هرمز. یکی کانونشن 1958 هست که عبور بی ضرر تمام کشتی های دنیا رو به رسمیت بشناسه. کانونشن دوم در سال 1982 برقرار شده که اون عبور و ترانزیت رو در حقیقت تضمین میکنه. دولت ایران کانونشن دوم رو امضا کرده، تصویب نکرده، دولت آمریکا تصویب نکرده، ولی کن طبق هر دوتا کانونشن این شاهراه یا این تنگه همیشه باید برای ترانزیت به شکلی باز باشه. دولت ایران اعلام کرده که چون که آمریکا تصویب نکرده کانونشن دوم رو، باهاش همون طور عمل میکنه مثل کانونشن اول، یعنی مادامی که بی ضرر باشه تردد کشتی های آمریکا از تنگه هرمز، ایران به هر بار هیچ تهدیدی رو متوجه کشتی های آمریکایی نمیکنه. اما تهدید چی هست؟ بحث دقیقا همینجاست. تهدید رو قوانین بین الملل اینجوری تعریف میکنن که اگه یک کشوری مثل کشور آمریکا وارد تنگه هرمز بشه دقیقا به قصد این که ایران رو تهدید بکنه، خب ایران میتونه از خودش عکس العملی نشون بده. در غیر این صورت حتی کشتی های جنگی آمریکایی اگه وارد تنگه هرمز بشن و چنین نیتی نداشته باشن، ایران به لحاظ قانونی هیچ کاری نمیتونه انجام بده. در این مورد اخیر آیا میشه گفت که این نیت رو دارن با توجه به صحبت آقای بولتون؟ ولی من فکر نمیکنم. یعنی ایران نمیتونه این رو توجیه بکنه. اومدن کشتی های حتی جنگی آمریکایی به درون خلیج فارس که میدونید که همین که جناب عزکویی فرمودند ایران در قطر، معذرت خواهم، آمریکا در قطر پایگاه دارید، در خاورمیانه پایگاه دارید، و این یک ترانزیت معمولی میتونه باشه در ضمن این که به هر بار آمریکا داره برنامه‌ریزی میکنه. اما این تهدید فوری نیست که ایران بتونه ازش در حقیقت این نتیجه رو بگیره که میتونه که تنگه هرمز رو ببندید.
اگه ایران چنین کار رو بکنید به نظر من یک خودکشی بزرگ هست، به خاطر که برای اولین بار میتونه دولت ترامپ یک اجماع جهانی ایجاد بکنید و تنگه هرمز رو باز میکنن و هزینه باز کردن، یعنی در طول همین یک روز دو روزی که تنگه هرمز بسته میشه که ایران میتونه این کار رو بکنه از طریق مینگذاری که چندین ساعت شد بیشتر به طول نکشه برای این کار، هزینهش برای ایران بسیار بالا خواهد بود، به خاطر که آمریکا درون خاورمیانه الان به روش معمولی جنگ نخواهد کرد. همینطوری که جناب اسکوی گفتن میاد در حقیقت تأسیسات نظامی ما رو، تأسیسات صنعتی ما رو میزنید و هزینهش بسیار بالاست. و تمام کشورهایی هم که حتی در شرایط فعلی در مقابل ایران در خاورمیانه قرار نگرفتن، مثل به عنوان مثال کویت یا قطر یا کشور عمان یا وردیه، اینها هم حمایت میکنن از دولت آمریکا که تنگه هرمز باز بشه. و به نظر من این یک دونه یک به هر بار سیاست بسیار جاهلانه است اگه فکر کسی بکنه که میتونه تنگه هرمز رو ببنده. آقای نوربخش، صحبتی که شما کردید رو خیلی از بقیه کارشناسان هم میکنن. تو همین برنامه ما سه کارشناس داریم که هر سه دارن میگن که این اقدامی بسیار خطرناک است برای ایران اگر بخواد اون منطقه رو، اگه تنگه هرمز رو ببنده، یا حتی اگر به قول معروف آتوی بده به دست آمریکایی‌ها برای اینکه بخوان کاری بکنن. بسیاری در ایران چنین باوری ندارند، به خصوص مثلا فرماندهان سپاه معتقدند که، یا لاستیکم در صحبت‌هاشون می‌شنویم که اینها بیشتر ترسوندن ایران هست با هدف‌های ویژه، با هدف اینکه منافع آمریکا تضمین بشه، منافع متحدان آمریکا تضمین بشه. فکر می‌کنید که تا چه حد واقعاً میشه اون کسانی که دید در واقع شکاک هستن به این جور مسائل رو راضی کرد، با توجه به حرفهایی که این روزها میشنویم هم از طرف آمریکا هم از طرف مقام های ایران؟ والا ترس همینجاست، ترس دقیقا همینجاست. شما فراموش نمی کنیم که آقای ظریف به نیویورک من در هفته های گذشته گفت که میز مذاکره بازه و در همون روزها آقای سلیمانی گفت که این به هر بار نه میز مذاکره به شکل بازی است و این یک، حالا با خود لغاتی که آقای سلیمانی به کار بود، یا حالا رئیس در حقیقت مجلس شورای اسلامی کشور ما آقای لاریجانی که مخالف هستند به هر گونه مذاکره. تأسف برای ایران اینه و ترس برای ایران اینه که سیاست‌ها الان دوگانه در مورد این سیاست ها تصمیم گیری میشه و متاسفانه سیاست هایی که اعلام میشه در ایران، وزارت امور خارجه یک صحبت رو میکنه، سپاه پاسداران حرف دیگه ای رو میزنه و ترس و وحشت اینه که اینها با هم یکسان عمل نکنند و چیزی اتفاق بیفته درون خاورمیانه که هیچ کسی نتونه به راحتی، همینجوری خانم امان گفتن، جلوی اون رو بگیره. به خاطر هر جنگی درون خاورمیانه شروع اون در حقیقت به معنی این نیست که نهایت اون و نتیجه اون رو بتونیم ما ارزیابی بکنیم. هر جنگ درون خاورمیانه بسیار جنگ خطرناکی میتونه باشه. بذارید به عنوان سوال آخر نظر هر کدوم از شما رو در مورد این بپرسم. آقای اسکوی، از شما شروع میکنم. چقدر با توجه به شناختی که از سپاه پاسداران داریم، به هر حال بارها بارها این رویارویی دفعه اول نیست، بارها بارها این اتفاق افتاده و بارها بارها هم به هر حال به خیر گذشته، به نوعی جنگ مستقیم بین ایران و آمریکا نشده، چقدر میبینید که این بار اتفاقی بیفته؟ ای کوتاه بگید بهم نمیشه. وضعیت این بار بسیار خطرناکتر از گذشته است، چون هیچ وقت موقعیت اقتصادی ایران به این وضعیت نرسیده بوده که صادرات نفت اگر همینطور به جلو بره به کمتر از 400 هزار بشکه بخواد برسه و مقامات ایرانی هم گفتن که اگه ایران نتونن نفت رو صادر بکنن تنگه هرمز رو خواهند بست. فقط تندروها نگفتن، همه گفتن این رو و این واکنش شدید آمریکا رو در بر خواهد داشت، به طوری که اصلا موجودیت خود جمهوری اسلامی رو میتونه به خطر بندازه. برای همین دوران بسیار پرتنشی. خانم امان، نظر شما؟ اگر که تفاوت قائل بشیم به میان یک به اصطلاح نیروی مثل سپاه پاسداران و گروه های به اصطلاح مثل داعش، مثل گروه های تروریستی بی سر و سامان دیگر خارجی، واقعیتش اینه که تفاوت هست. سپاه پاسداران به رغم بسیاری از ندانمکاری ها و تهدیدهای واقعا خطرناکی که الان موقعیت منافع ملی ایران رو به خطر انداخته، در کنارش در خیلی جاها به اصطلاح پراگماتیسم عمل کرده، در بسیاری جاها با ایالات با نیروهای آمریکایی
همکاری داشتن. اینها در مثلا مواردی که لازم بوده معقولانه عمل کرده. حالا این دفعه به قول آقای اسکویی وضعیت بسیار متفاوت هست، اما اگر که واقعا یک نیروی بالاتر از پخته تر و معقولتر بالاتر از سپاه پاسداران قرار داشته باشه، احتمالاً سپاه رو از دست دادن به یک عکس العمل واکنش بیخردانه جلوگیری خواهد کرد. و آقای نوربخش نظر شما؟ ولی منم فکر بکنم که سپاه پاسداران بازم بیشتر از اینها میدونید که خطر یک جنگ چطوری ایران را تهدید میکنه. مثال خیلی کوچیک برای شما بزنم، برای سال هاست، چندین ساله که سپاه پاسداران داره مراکزش در درون سوریه بمباران میشه، اما اینها فکر کردن که اگه وارد یک چنش با اسرائیل درون سوریه بشن، امکان اینکه جنگ به مرزهای ایران کشیده بشه هست. اینی که من فکر میکنم که مثل خانم امان که سپاه پاسداران بیشتر از این فکر میکنه، شاید در ظاهر شعار میده، اونم شعارهایی که به هر بار هیچ نهایتی ندارد به اشکال مختلف، اما خود اونها هم میدونن که اگه جنگی با ایران درگیر بشه، خطر اضمحلال اقتصادی و فروپاشی در حقیقت ایران بسیار بالاست. ممنونم از شما مهدی نوربخش، خانم امان، خانم آقای اسکویی، خیلی متشکرم که در این بحث شرکت کردید و ممنونم از شما که با برنامه صفحه 2 همراه ما بودید. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه. شب و روزتون خوش.